نمیخوایم اینجا رو ترک کنیم. اینجا یه جنگل معمولی نیست، اینجا خونه ماست. من پدرم رو از دست دادم، نمیخوام خونم رو از دست بدم. سفر به دهلی. صبح همان روز شدی؟ امکان نداره. درسته، امکان نداره منو شکست بدی. من یه بار ضربه میزنم، ولی یه ضربه یه کاری میزنم. مثلا تو فقط بلدی حرف بزنی و رجز بخونی، درسته میگم؟ خب دیگه اونم مثل پدرشه. من زمان دیوانه این همه ابهات بودم که تصمیم گرفتم باهات ازدواج کنم. آه خوب گفتی پسر. اگه بازم پر حرفی کنین هر دوتون کتک میخورین. وای چه قشنگ گفتی مامان. خنده نداره، تو ساکت باش و تو انقدر نجنگ. میخوای یه روزه از یووی من رمبو بسازی؟ من داشتم بهش دفاع شخصی یاد میدادم، میخوام ازش یه مرد بسازم. دقیقا، اون هنوز مرد نیست، اون بچه است. مامان لطفا آروم باش. نمیخوام آروم باشم، اگه بلایی سرت بیاد تو که نمیدونی یه مادر چه مصیبتی میکشه تا بچهش بزرگ بشه. باشه هر کاری دوست داری بکن، ولی نه یک پیش من گریه کنی. گمونم باید امشب و تک و تنها بیرون غار بخوابی. نگران نباش پسرم، من میدونم چطور مادرتو آروم کنم و دلشو به دست بیارم. اینطوری؟ Everything you are and everything I am, we're together like the earth and flowers understand. We are all in tune each and every day. How can we be happy with that look upon your face? 'Cause you know that I am yours and you are mine and you don't have to stay so angry. Forgiving to forget is what it takes, and that's what makes a family. I see that you want to do this your way. You should know I'm gonna chase you all day. Oh, you know I can't go on without you. Get by just a smile, you know I love you. 'Cause you know that I am yours and you are mine, and you don't have to stay so angry. To forgive and to forget is what it takes, and that's what makes a family. One more pretty word out of you, and walk away is just what I'm gonna do. It's always the same song you barter. You should try to charm a little harder. 'Cause I know that you are mine and I am yours, and no one knows it better than me. And to forget is what it takes, and that's what makes you my family.
اگه بابا زنده بود و یکی از ماها تیر میخورد اینجا رو ترک میکرد و میرفت یه جای دیگه. پدر تو با ما خیلی فرق داره یووی، ما مثل اون قوی نیستیم پسرم. اون همیشه میگفت قدرتش به وجود شما هست، حالا که اون اینجا نیست ما، حالا که نیست ما نمیتونیم کاری بکنیم. امروز اون کشته شد، فردا ممکنه ما کشته بشیم. آیوه چه فرقی میخوری جسدی که خوری بیایی جای دیگه؟ اگه بریم یه جای دیگه لاغر میتونیم یه مدت زنده ببونیم. همه تون یه مشترسویی، یه مشترسوی بزده. چه فرقی میکنه سلطان جنگل باشه یا نباشه؟ همه میدونیم دستور اون چیه. ما باید به اونایی که به سرزمین ما تجاوز کردن یه درس خوب بدیم، بعد اینقدر بزنیمشون تا بدنشون کبود بشه. تو تا میمون مبارز به فرمان من هستن. قافیه علامت بدم که اونا حمله کنن. حمله 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 شم. مشکلتو چیه میمون؟ تو همیشه آماده بپری به بقیه مذاکره، هر مشکلی با مذاکره حل میشه، اینو میدونستی عزیز؟ تو میخوای بری با اونا حرف بزنی؟ برو حرف بزن. اونا میگه صبح بخیر، بفرمایید بشینید. تو میگه ابو بولدوزر لطفا خونه ما رو خراب نکن. باشه ابو بولدوزر جون. اونا میگه ببخشید بفرمایید قهوه میل کنین. بعد بولدوزرشون دور میزنه و جنگل میره بیرون. آره ای نادون، اونا آدمن، آدم. آدم ها حتی به خودشون هم رحم نمی کنن، میزنن با تیر میکشنن به همین سادگی. روش کاتی بیدم میمون، همه جون که مثل تو نیستن، بعضی هاشون هم مثل منن. ما میتونیم حرف بزنیم، بشینیم، گپ بزنیم، مذاکره کنیم. باشه اشکال نداره باهاشون حرف میزنیم، ولی کی میخواد با اونا صحبت کنه؟ اینجا کسی هست که زبون آدم رو بلد باشه؟ کسی هست؟ چرا هست؟ دومندش اولندش رو بگو تو برسی به دومند. اولندش من یه نفر رو میشناسم که میتونه کمکمون کنه، چون اون عربه بر زبون ما زبون آدم رو هم بلده. اسمش چی بود؟ رجنی گجنی؟ کربانا؟ نه ویژه ایدی ننا چهان سکت! از تو فیلم ها بیا بیرونی، زندگی واقعی، زندگی ما به عمل احتیاج داریم، نه به حرف. بس دیگه کافیه باجرنگی. ما الان نه نیاز به عمل داریم نه به حرف. تصمیممونو گرفتیم، ما تا دو روز دیگه از این جنگل میریم. برینجا اموها بابایی، اون کیه که زبون آدم ها رو بلد؟ تو کی هستی؟ من یووی. یووی؟ من دوست دارم. دوست من دیتو چقدر شبیه تو. ومندش تو هم باید وسایلتو جمع کنی یا مثل بقیه از این جنگل بری. ولی کجا میتونم بری؟ خب برو ولی کجا بری؟ خونه ما اینجاست. اسمش الکسه، اون توتی ویکرام خوصلای کارگردانه. بالاش ضعیفن، نمیتونه پرواز کنه، اما عجب توتیه. هندی، انگلیسی، پنجابی، گجراتی، مارواری، همه ی زبونا رو بلده حرف بزنه. ولی برای چی این چیز رو از من پرسیدی؟ خب من یه نقشه دارم. عصبانیت یعنی خودخواهی و این تو رو به تباهی و نابودی میکشونه. باور کن اگه میخوای فرمانده بزرگ بشی باید خشم خودتو فرو بدی مثل یه معجون. بنابراین میمون عزیز من، هر وقت قاطی کردی از کوره در رفتی سر جاد بایسا و یه نفس عمیق بده بیرون. البته نه اینقدر عمیق. شعر من یادت داره؟ یک دو سه. Stick out your right paw first and then your left paw next. Twirl around tummy in, wiggle your butt like this. I call this the bog of bear hug. I hug the little monkey, then start from the top again.
بیا در آغوش فرزندم. من این صحنه رو قبلا دیدم. دومندش اول باید راجع به موضوع اولی صحبت کنیم. آه بله، همینو داشتم میگفتم. من نمیتونم فیلم و سینما چیه همو، ولی توی ماجرا همه چی به نقش تو بستگی داره. واقعا؟ آره. خیلی خوب همو، حاضری؟ آره آره. آماده اکشن. نه خیر، غیر ممکنه. چرا ممکنه؟ نه، هیچ راهی وجود نداره. چرا وجود داره؟ اینا همش حرفه، فقط حرفه. پس معلومه هنوز عمو با جرنگی منو خوب نشناخت. عمو با جرنگی موضوع چیه؟ مشکلی پیش اومده؟ خب میدونی عمو با جرنگی، من بهش میگم تو این جنگل هیچ کس به اندازه تو قوی نیست. درسته، ولی اون حرف منو باور نمی کنه. باور نمی کنه؟ خب کاری میکنم باور کنه، این دلیلش. نه من با شرط بستم که عمو با جرنگی من میتونه مچه دو نفر رو با هم بخوابونه، ولی اون میگه امکان نداره. نداره؟ پس موضوع اینه، کسی تو این جنگل جرأت داره بیاد با من مبارزه بکنه؟ با تو نبودم. برلا مرلا بینجا. کاری کنیم که آبنی من جلوی اینم یه جای کار میدن که رئیس نمی کنم نیت خوبی داشته باشه ارباب. اینم بهش گفتم که عمو با جرنگی من میتونه از هر درختی بره بالا و در عرض یه ثانیه تمام میباشه بندازه پایین، ولی اون میگه امکان نداره. پس اینجا رو ببین، هندونه بیزار از زیر بغل درباب. یه درخت نارگیل اگه بیفتی تمام استخونات خود میشه، اقلا حالا که رفتی چند تا نارگیل بنداز پایین. خب دیگه چیا گفتی کبوتر دیر بابا؟ اسم اون توتی نیست، اما الکسه. الکس؟ آره، تازه من بهش گفتم فقط تو میتونی الکس از قفس ویکرام خوزلا نجات بدی، ولی اون میگه امکان نداره. تفیه کجاست این الکس؟ کجاست؟ بیا عجله کنید. یو بیا عجله کن. Alex, what a cutie wootie. Shall we check out the view? Nice. I thought we could go over the opening scene. I've always wondered what it's like having a pool. You know, to swim in. It's never too late to find out. Anyway, about that scene, I was thinking... But I'm not in the opening scene, Mr. Khosla. But that's just what I wanted to talk to you about.
I've been thinking of beefing up the part of the slave girl. I mean, if you'd be interested. Are you serious, Mr. Kosla? Of course I'm serious. ساکت بگا اون بچه است تو چی؟ آره بچه است برای همین همراهش رفتم لازم بود یکی مسئولیتش قبول کنه رفتم به خونه یه انسانه و به خطر انداختن جون همه یه حیوانا قبول مسئولیته؟ تو چی باجرنگی؟ تو که مخالف صحبت کردن با انسانا بودی تو چرا این کار رو کردی؟ خب میدونی اوورچ خانوم ما سنش کلا گذاشتم اونم باورش از درختم افتاد روی زمین پخش خیلی بد خیلی بد خانم شما داشتی چیزی میگفتی بقیشو بگی این دیگه به این فکر نکردی که اونجا چه جای خطرناکیه؟ اگه برای سر پسرم میومد چه جواب میدادی؟ اگه من مردم به سر باجرنگی بزرگ قسم تا وقتی من زدم هیچ که جرأت نداره به بچه دست بزنه. سرتارم همین فکر رو میکرد ولی چی شد؟ جلوی چشمای خودم انسانا اونو ازم گرفتن ما نتونستیم کاری بکنیم معذرت میخوام مامان من نباید بدون اجازه و رضایت تو اونجا میرفتم ولی من نمیخوام بقیه هم به سرنوشت بابا دوچار بشن برای همینم رفتم راستش بابا خودش موقعی که تو جنگل بودیم اومد پیشم و به هم گفت پدرت مرده یوبی اونایی که میمیرن دیگه هیچ وقت بر نمیگرد این داستان تمام خانواده از هر خانواده یه همچین ماجرایی داره این قصای مسخره رو بزنین کنار رو بیاییم منو ببرین خونه منو برگردونیم برگردونیم منو فوراً برگردونیم خودمون اینو نگاه کن فکر میکنه اگه یه جمله رو هی تکرار نکنه هی تکرار نکنه هی تکرار نکنه دیگه کسی بهش نمیگه توتی خفشو میمون من با بیت سوارایی مثل تو حرف نمیزنم با کی بودی؟ ای میمون دومندش تو اصلا چرا میخوای آزادی و هوای پاک جنگل رو ول کنی و برگردی تو اون زندان خراب شده تو به این میگی آزادی تو به این میگی آزادی خوب فکر کن رفیق هوا اینجا گرمه خصلا برق داره تلویزیون دیویدی اینترنت داره خوراکی داره آجیل داره از همه مهمترین دیوونه این مردم آزار اونجا نیست نفهمیدم با که بودی سب کن گوش کن دوست من تو هم یه جزمایی تو هم یه حیوان وحشی هستی چرا تو این مبارزه با ما کمک نمی کنه چون نرو رفیق این جنگل خونه شماست خونه من نیست خیلی فقط پیش من جا رفتم بیرون چرا این توتی رو الکی اینقدر گنده می کنی من میگم یه راه حل دیگه هم هست میمونای من برای هر اقدامی آمادن من میگم من میگم من میگم حمله خودت بگو کیتاقه من خیلی خوب باشه من میگم حمله باجرنگی وحشت کردم اونا افرادی چون اونا میخوان با آدم ها بجنگن اونا میخوان با آدم ها بجنگن حمله تو از دستنی پشت اون قایم نشو چطور جرات میکنی میمون تو میمون یه عقب مونده ای بیرون بیه جلو تا نشونت بدم میدونی توتی دوزی طبق بند الف قانون 360 جرمه بسه بابا چی داری سرهم میکنی ما خیلی خیلی متاسفیم الکس ولی تو تنها امید ما هستی تو باید به ما کمک کنی تو باید صدای ما رو به انسان‌ها برسونی دیوونه شده ای صدا تو به گوش آدم ها برسونم امروز میگی با بساز بفروش ها صحبت کنم فردا با وزیر بعد نخست وزیر اگه به نتیجه ای نرسی بعد میگی الکس بیا با هم بریم دهلی دهلی؟ دهلی دیگه چیه؟ باورم نمیشه نمیدونی دهلی چیه اونجا پایتخت کشورمونه اندی تیوی سی این این بی بی سی دوا کفش میکروفون رای ارتماد یاربه اسکرس پارلمان نه پارلمان آرم اونجا میشینن و کشور رو داره میکنن میدونی که وزیر وزرا دیگه وزرا؟ وزیرا آدم هایی که کشور رو داره میکنن اونا با شکایت ها گوش میدن یعنی میتونیم پیشونه شکایت کنیم خب معلومه آخ نه
نگو که من باید با شما به دهلی بیام. من هیچ جا نمیرم. حتی اگه زمین تیکه پاره بشه آسمون بریزه. زنده بود و یکی از ماها تیر میخورد، اون اینجا رو ترک میکرد و میرفت یه جای دیگه. اینجا بود که بابا یادمون داد با هم زندگی کنیم. خاطرات اون تو این جنگل میمونه مامان. باید الکس رو راضی کنیم با همون بیاد. باید بریم دهلی. دهلی؟ کدوم دهلی؟ قناره بریم دهلی با آدم ها ملاقات کنیم و بهشون التماس کنیم. این خیلی بده. برای همینه که من رئیس گروه هم و شما دوتا نوچه منی. ما میریم دهلی ولی تا اونجا نمیریم. توی راد بیار اولین فرصت من کار الکس رو تموم میکنم. اگه توتی نباشه اونا دیگه نمیتونن ما آدم ها مذاکره بکنن. وقت فقط باید دست به کار شد و حمله کرد، چون این سرزمین همیشه مال میمونا بوده، تا ابدم مال میمونا باقی میمونه. ما در این سرزمین حکومت میکنیم. برفت But yeah. I'm not going, and that's that. You're crazy. Yeah, all of you. I rest my case. Forget it. Come along, we gotta stick together now. Go away, just leave me alone. Join with us, it's gonna be a great adventure. Get away, I'm not gonna go. Come along, we gotta stick together now. Go away, leave me alone. Join with us, you can make this your adventure. Hey, now listen up, I'm not gonna go. Oh, the time is now to be brave. No matter what it takes, adventure's not a thing only made for some. Gotta accept your role beside us. Don't put up a big fuss. Oh, say you'll come, oh please agree. Come along, you gotta come with us. Pick 'em up, move your feet on down the road. We'll be together on this great daily safari. Come along, you gotta come with us. Pick 'em up, and move your feet on down the road. Together on this great Dehli safari. That hope can grow from despair. Don't be afraid when the road is long. I'm here with you all the way. With one step, that first step you take, your journey has begun. Begins the journey to come. Oh, but there's nothing you could ever say. Oh, nothing you could say. No, adventure is a thing only made for some. Sorry, time to let the doubt go. We won't let you say no.
not until the road is beneath your feet. Here we go! Come along, you gotta come with us, pick 'em up, and move your feet on down the road. We'll be together on this great and easy pony. Come along, you gotta come with us, pick 'em up, and move your feet on down the road. We'll be together. شانس کلکمون کندر موضوع چی الکسان؟ فهمیدن تو قطار حیوان هست. از کجا فهمیدن؟ ما که اینجا قایم شده بودیم. هرچی از زیر سن این میمون هست. بازر اینگی از واگون رفتی بیرون دستشوی دستشیر کوچی موزی هم بگیری چیزی چی داری میگی؟ نکنه اهل تو از دست دادی؟ به جون الکس جایی نرفتم داشتم اینجا نگهبانی میدادم. ساکت بابا، داره لنزیک میشن یه نفر پشت داری موزه رفته، اون داره باز کنید بید اینجا اینجا رو نگاه کنید باز کن ببین تو ببینی سرنگ اینجا ببینی سرنگ اینجا ماما بازش کن ماما اینجا نبود اینجا بازش کن ببین بازش کن ببین اینا همش تقصیر توه. چطور تونستی بیای اینجا؟ من نمیخواستم بیام مامان، ولی همین که چشمو بستم یه او بابای جلوم ظاهر شد. زوبی دوباره خواب بابا تو دیدی؟ بابا کن رستشو میگم امو بابا. بابام اومد پیشم و گفت مامان دروغ نمیگم، اون اومد پیشم. امان از مصیبت زندگی. Or his little spotty off his meds again. Tune in next week. Music swells, fade to black, and credits roll.
اعتراض دارم آلی جناب. آلی جناب من میخوام یه فلشبک بزنم به گذشته، اونجا که این توتی بیگناه همه ربون شکنیه میشه. آلی جناب سر ساعت 3:37 قبل از اینکه قطار رو توقف کنه و بعد از اینکه ترمز قطار رو کشیدن، این میمون با یه چاقوی بزرگ جلوی من ایستاده بود. حالا اون میتونه بگه اونجا چیکار میکرده؟ من توضیح میخوام. این حقه باز داره به من تومت میزنه، اصلا نمیدونم چرا همش به من از این تومت میزنه. اعتراض دارم آنی جناب، اون داره دروغ میگه. کینگ کونگ عزیز، اگه نقشه داشتی چرا میترسی اعتراف کنی؟ چرا نمیگی میخواستی منو بکشی؟ من اگه بخوام بکشمت مجبور نیستم شب وقتی که خوابی میام سر وقتت. همین الان هم میتونم با هفتیدم مغز فسکلی تو پریشون بکنم. کافیه اگه شما دو تا همینطور دعوا کنین نمیتونیم ماموریتمون رو تموم کنیم. باجرگی تو ساکت باش و حرف نزن و تو هم خوب گوش کن چی میگم الکس. ما بدون تو نمیتونیم بریم دهلی و تو هم بدون ما نمیتونی بری بمبئی. پس به نفع همه ماست تا پایان ماموریتمون به همدیگه کمک کنیم. باشه باشه، منم آتون میام. بری شما هم به این میمون بگین از دعاها شما خودش نره تا وقتی این کار رو نکنه تکون نمیخورم. نخیر، آبروی من در گیرو به این اسلحه هست. ولی تو مایور شجاع و قدرتمند هستی، نیازی به این اسلحه های مردی شده نداری. زود باش بکنی. نه 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 بفر با او تموم شد. من میرم خودم خالی کنم. تو که همین الان خالی شدی باگ رنگی. نگاش کنین ببینین چقدر ضعیف و مردنی شده. سکت حرف بزن. خوب شد نفهمیدن شما دوتا هم اسلحه داری. ای آی رئیس، با تو هم تو نقشه شماره دو که گفته بودی تعقیبش کنیم و از نزدیک مراقبش باشیم با شکست مواجه شدیم. باید وقتی تو قطار بودیم به همون علامت میدادی که بکشی به کله پوک. ها؟ کله پوک؟ نه کله پوک خودم هم. رئیس شنیدم تمام اشتهات ازت گرفتن. راست میگن؟ نه با خیلی عجل شدی. برای همینه، برای همینه که من فرمانده گروه هم و شما هم نوچه های منی. چه اهمیتی داره که اسلحه های من ورده باشن؟ شما که اسلحه هاتونو دارید. ما اسلحه همونو تو خونه جا گذاشتیم. نه نه نه، من مال خودم رو آوردم. ها، پس منتظر علامت من بمونیم. وقتی من علامت دادم و گفتم ساکت دارد نزنیم. حالا ما چطوری به این دهلی؟ فقط اون قطار دهلی رو بلد بود. برای همینه که شما اونجا، این من اینجا. مقصد اون قطار کجا بود؟ دهلی. خط آهن کجا میره؟ دهلی. ما میخواییم کجا بریم؟ دهلی. این یعنی منطق دنبالن بیه. چی شد؟ یعنی منطق، یعنی منطق. ای بی منطقی، میمونه بی مغز میخواست بره دنبال قطار. از من میشنویم بهتره برگردیم، اینطوری لاقل برمیگردیم همون جایی که بودیم. حالا چی کار کنیم عمو؟ وقتی همه راه ها به بنبست ختم میشن، چاره کار بالای سرتونه. عمو بتمن؟ من بتمن نیستم، ولی بهتره نصیحتمو گوش کنی. اسم من راجوه و کارم نشون دادن مسیره. شما مسیر دهلی رو میخواید؟ از کجا فهمیدی؟ فقط راجوی راهنما نیست که میدونه. تمام حیوانای این سرزمین از ماموریت شما خبر دارن. خب الان زمان اینترنته. اینم نقشه دهلی. دهلی؟ دهلی؟ نقشه دیگه ای نداری که باش بتونیم این نقشه رو بخونیم؟ من میتونم دل پرکینه ی افراد و مملو از محبت کنم. با خوندن یه آواز میشه راحت مسیر دهلی رو پیدا کنم. از
friends, if you really want to know the way to Delhi, here's how to go. Heed me well and have no fear, I know how to get to there from here. Keep straight ahead until you see a lot of leafy scenery, a mighty forest deep and green with the tallest trees you've ever seen. Oh no, 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 I forgot, a mighty forest there is now. Oh yes, 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 there used to be, but then the humans came, you see. They chopped down trees to use for wood, and poof, there went the neighborhood. They tore it up and stripped it bare, and left one dead tree standing there. But never mind, keep right on going till you see a river flowing. Happy river, fresh and splashing, through a valley brightly dashing. Oh, no, 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 on second thought, a happy river there is not. Oh, yes, 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 there used to be, but then came humanity. They filled the river with junk and slop, killed it with chemicals, goop and glop. As a matter of fact, it'd be much truer to say that river is now a sewer. But not to fret, carry on as planned, and soon you'll reach the desert sands, an untouched world of rock and dune, as grand and pure as the lovely moon. Oh, no, 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 I forgot, an untouched desert there is not. Oh, yes, 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 it's sad but true, for man, of course, has been there too. Blasting, digging, drilling, mining, building roads and oil refining, where timeless sands once lay in peace, folks now drive their SUVs. Follow that highway, loud and smelly, it will lead you straight to Delhi. See that building, big and round, it's Parliament that you have found. Tell the humans, take a stand. Take a stand. We have to make them realize, man, what they're doing to the land. The senseless killing and poisoned air, the rivers and forests left stark and bare. It's one big world that we both share. Oh, what they do to ours, they do to theirs. بچه ها خواهش میکنه من دیگه این دیگه نمیتونم جلوتر بیام. چیه؟ نکنه میخوایی هواپیما واسه کرایه کنی را بیا بگنه چی؟ منو میکنی خواهش میکنم منو وجود داشت منو بکنی. انگار این توتی پاک بالاخونه رو اجاره داده. آره من دیوونه شدم، من دیوونه شدم، زده به سرم. آی 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 خوب نگاه کنی، خوب نگاه کنی، من نمیخوام خفش کنم، خودشی که داره اصرار و التماس میکنه من خفش کنم. باش فرانکی، الکس بس دیگه تمومش کنین، کاچ با اینجا فاصله زیادی نداره. You're glad for this distraction, walk away. I back up what I say with action, hey. You challenge me, oh, I'm a real bird of prey. There's nowhere left to go, it's just you and me. Walk away, don't make me laugh, oh please. Words are good, but I talk with these. Here's your chance to fly swiftly, 'cause I'm more than you can handle. All day party dance, we wanna put a smile on your face. Fly away. All night party dance, we wanna put a smile on your face. Fly away. Let your troubles be light, it's a beautiful night away. Fly away. All day party dance, we wanna put a smile on your face. Fly away. I can't believe you think you're tougher than me, see. You're a joke, yeah, that's what you are. Now you've really lost your mind, bird brain. Don't make me show you what I got. Come on, what can you do? I'll do it better. Say the word, you afraid of a bird? I'm not gonna go anywhere, so now show us how you party, you little worm. All day party dance, we wanna put a smile on your face. All day. All night party dance, we wanna put a smile on your face. All day. It's time for a contest, hey, don't worry.
walk away. Don't walk away, it's time for a contest. Hey, what do you say? Do you say? It's time for a contest. Hey, don't walk away. Don't walk away, it's time for a contest. Hey, what do you say? Do you say? But take care. Come on, guys, we're getting a little out of hand here, don't you think? What do you say, what do you say, what do you say, what do you say, what do you say? All night, all day, party dance. We wanna put a smile on your face. نفر دیگه نا نداره. آره ولی اشکالی نداره، کار ما هم که تموم شده. آره ولی سفر ما به دهلی هنوز تموم نشده، حالا با این دو نفر چیکار کنی؟ نمیخواد نگران اونا باشی، یه خورده بوی پیاز بهشون بخوره حالشون خوب میشه. چی داری میگی کالپش؟ این مسئله اونقدرم جدی نیست، اینا از بس دوری خودشون چرخیدن سرشون گیج رفته. درستم سرم، ولی من حس میکنم، من حس میکنم نیاز به استراحت دارن، کمی که بخوابن حالشون خوب میشه. تو فقط به ما بگو از کجا باید بریم. الان که برای رفتن خیلی دیر شده، شما امشب اینجا استراحت کنید، فردا صبح هم مسیر رو نشونتون میدم، هم خبر اومدن شما رو به بقیه پرنده و حیوانا میگم. فقط یه چیزی رو بد نظر داشته باشید، منطقه ای که اون سمت اون درخت انجیر هندی قرار داره متعلق به کالیاست، سعی کنید اون دور اطراف دارید. منطقه ای که این سمت اون درخت انجیر هندی قرار داره متعلق به کالیاست. خدا رو شکر بابا که تو اینجایی. آروم حرف بزن پسر، همه خوابه. ولی من میخوام که اونا بیدار شن، میخوام بهشون بگم که تو اومدی اینجا. هیچ کس حرف منو باور نمی کنه بابا، میرم بیدارشون کنم. یوفی پسرم، فایده ای نداره چون اونا نمیتونن منو ببینن. ولی بابا آخه چرا اینطوریه بابا؟ چرا اونا نمیتونن تو رو ببینن؟ چون اونا فکر میکنن من ازشون خیلی دورم. فقط تویی که میدونی من چقدر بهتون نزدیکم. پس چرا مامان نمیتونه تو رو ببینه؟ اونم منو میبینه، وقتش که بشه. من فقط اومدم بهت بگم باید به خاطر ماموریتی که داری خیلی مراقب باشی، چون منبع مشکلات همیشه دنیای خارج نیست، گاهی نزدیکا و اطرافیان مسبب مشکلاتن. حالا کالیا تو رو میکشه و هیچ کسم به هم مزنون نمیشه. بابا امو بازرنگی تو اینجا چی کار میکنی؟ ساده تو اینجا چی کار میکنی بچه جان؟ من کجا؟ امو بازرنگی اونجا چه خبره؟ چرا الکس رو بستی؟ اینجا قلم روی کالی هست. اوی خدای من باید هرچی زودتر از اینجا فرار کنم. بیا همو باش رنگی سود باش. حالا دیگه دیر شده، دیگه فایده این نداره. تو کسی؟ من فرمان نوای غیر رسمی این نوایی هم. کالیا بامیر. بله رئیس. غذای امشبمون چیه؟ رئیس توتی کباب داریم. آمین. بابا کسی رو میمونه چه خواهی؟
وای که دهنم آب افتاد، وای که دهنم آب افتاد. ای کالیا، فکر نکن من اینجا تنهای تنام، همه با علامت من، همه با علامت من. چی بگو؟ سی نرازل کجا غایب شدن؟ شب شبه سیافت، سیافت، سیافت. امو کالیا، ما اشتباهی اومدیم تو قلم روی شما، خواهش میکنم بذارید بریم. آه باشه باشه، اگه بخواید میتونید برید، اما اول باید با ما بجنگید، باید ما رو شکست بدید، بعدش میتونید برید به همین سادگی. ولی چطور میخواید با ما به جنگید؟ من دندون دراز دارم، جنگال تیز دارم، شهامت دارم، یه لشکر دارم، ولی تو چی داری؟ بگو ببینم تو چی داری؟ تو چی داری؟ من مادرم رو دارم، ماما. ماما ماما ای فردادم برسید. آی الان میمیرم، الان میمیرم. که هیچ وقت یادتون نره. کالیا چی شد که پا گذاشتی به فرار؟ نه به کار میخواستی منو میمون سخری کنی. آره خوشحالم که تو سعی سالمی. ای بلای سرت بیامد چطور میتونستم تو چشمای سلطان نگاه کنم؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم. بگو بهش بگو فوراً اینجا رو ترک کنه و بره. من به اون و عذرخواهیش نیازی ندارم. کسی که نجات میده از کسی که میکشه بزرگتره. تو هیچ وقتی رو درک نکردی الکس، از تو خیلی بهتره. اون میخواد به دهلی بره و صدای ما رو به گوش آدم رو برسونه. تا وقتی اون همراه ما باشه مطمئنیم صدامون به گوش مردم دهلی میرسه. صدای ما هیچ وقت به گوش مردم دهلی نمیرسه مامان. الکس صداشو از دست داده، فکر نمیکنم اون دیگه بتونه حرف بزنه.
چی کار کردی عمو بادرنگی؟ تو چی کار کردی؟ این دفعه دیگه قضیه چیه؟ آره جدیه الکس دیگه کاملا لال شده. نه بابا اون فقط صداشو از دست داده همه هرداش یکی کالپش. راستی این اتفاق تو مراسم آوازخونی ما زیاد میفته درسته کالپش؟ تو مراسمی که توی شیکاگو داشتیم راستی گم همه اینطوری شد. بله درست عزیزم، فقط اون مراسم توی گلاسکو بود نه تو شیکاگو. گلاسکو، فلامینگو، شیکاگو، هرچی اونجا صداش از دست داد. درسته درسته، ولی صدای اون دوباره برگشت. تو میخوای با من بحث کنی یا یه راه حل پیدا کنی؟ اونو یه راه حل میخواد. درمانی برای این مشکل داری؟ بهشون بگو درمانش یادشون بده دیگه زود باش. کاری که باید بکنید اینه، با آلیک زنجبیل و ریحون بدید و چی داری میگی؟ نمیخواد براشون نسخه بنویسی؟ بهشون بگو کجا میتونن طبیب جاری بوتی بابا را پیدا کنن. یه جاری بوتی بابا؟ تو جاده‌ای که به مراوا میره یه رودخونه بزرگ وجود داره، غار جاری بوتی بابا کنار این رودخونه است. وای 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 اینجا چقدر آرومه. یه حسی به هم میگه که آرامش اینجا رو صدای الکس به هم میزن. حالا تماشا کنیم تا طبیب رو ببینیم. الکس دوباره شروع میکنه به وراجی کردن. جناب طبیب. آقای دکتر. دکتر عزیز. دکتر جان. چی؟ دکتر چری بوتی بابا اینه؟ یه چری جواب نمیده. نه این کارو نکن. اگه این کارو بکنی زودتر میمیره. بذار من ببینم. جناب طبیب، جناب طبیب، در خونه زنگ نداره. این کار باید سر اون نظر از لاکشو برم داخل. جری بوتی بابا. اوه کیه که داره از ته مهد من رو صدا میزنه؟ دکتر جون یعنی باگ چرا قفل نمیخواه؟ به جمع خودم بمبهی اینقدر کثیف نیست، انگار صد سال اجاش تکون نخورده. دکتر این الکسه، صداشو از دست داده. الکس منقار تو باز کن. میمیره؟ این نه آب نبات میخواد؟ این یه بیماری معمولی نیست، این بیماری اشراف زاده هاست. یعنی چشه؟ تمام؟ سر داره؟ تنش زیاد، هیجان، استرس، نقطه جوش بالا، راه درمانشم مسلسله؟ منگوله؟ مرارت و سختی و کار اول باید دلشو ببرین آب نباته. دلشو سمقی آسمن و درخت صندل بمالید، مربای تازه گل زرد تهیه کنید و با گل قاطی کنید. بعد هر روز از این مربا با گوهای قرمز تازه بهش بدید بخونه. ولی کی این کارو میکنه؟ من بذارنش با اختی من، اون با من. از کجا؟ دوا باید این دوتا رو به هم بزنم. دوا آه
تا خواهی گل شدیه امشب. ساکت تو دیه کل شب. چقدر خار اینجا هست. گل زد. این یکی گل زد. خوبه؟ اینا خوب نیست؟ نه این سخت با به آب باید بگی کوب کو نه اون یکی آخه دستم بهش نمیرسه هر کرد بابا چی شده؟ هر کردی خیلی خواه اومده باشا یواش تا آخرین نفس بهش خدمت اون دیگه رئیس ما نیست حتی اگه سرامون از تن جدا کنه حاضر نیستیم جلوش هم بشیم بله اون زمانی رئیس ما بود ولی امروز وقتی دیدیم که تعظیم میکنه مثل این بود که باید قرص سردر بخوریم مگه نه اون نمیتونه رئیس ما باشه شما هم دیگه حق ندارین نوکرهای من باشین وقتی بهتون علامت میدادم کدوم گوری بودین اون موقع که کالیا دندوناشو نشونم میداد و پوزخند میزد شما کجا بودین وقتی تو جنگل پرسه میزدم و دنبال داروی الکس میگشتم شما دوتا کجا بودین شما باید خودتون خجالت بکشید اوکلاویا واسه رئیس خودش حاضر شد انگشت شستشو ببره ولی شما با انگشتاتون منو تهدید میکنی ننگ بر شما باید از خودتون خجالت بکشیم من دیگه به شما احتیاجی ندارم یعنی اونا رساسی رفتن؟ صدای کی بود؟ اومدم سپوز دارم یا باگا فکر میکنی قبل از اینکه به دهلی برسیم صدای الکس برگرده اینو نمیدونم ولی اگه صداش برنگرده با جنگی هم صداشو برای همیشه از دست میده اون الان 3 روزه که در بست در اختیار و خدمت الکسه
آخ. تو فیلم بال هانومان رو دیدی؟ افراد خبیثی های پشت هانومان بیچاره حمله میکنن، اما هانومان بزرگ بدون اینکه شهامت و نیروش رو از دست بده همینطور راما رو به کمک میطلبه و براش تعریف میکنه که با چه مصیبت هایی روبرو شده و چه رنجایی کشیده. واو، what a hottie. واو، وای وای. نفهمیدم چی شد؟ نه قبل از این چی گفتی؟ نه بعد از این که یه چیزی گفتی؟ من امروز نمیذارم زنده بمونی. چی شده مامان؟ نکنه نقطه جوشش رفته بالا؟ من که نمیدونم کدومشون بالاست کدومشون پایینه. نه فقط صدا تو میگیرم بلکه کار میکنم تمام سیستم در کار بیافته. بمون باش رنگی، باش رنگی، گوش کن چی میگم. نمیذارم زنده بمونی علی، خودم جورت ها میگیرم. من به خاطر تو گرستگی کشیدم، مثل یه برده در خدمت تو بودم و نوکری تو می کردم. همه به چشم یه موجود خبیث به من نگاه می کردن، ولی تو به هم خیانت کردی، از پشت به هم خنجر زدی. ها چی می بینم؟ خیانت به میمونی مثل من؟ چی می بینم؟ زبان تو مش خورده؟ چرا حرفی میزنی؟ لل شدی؟ خب یه چیزی بگو دیگه. وقتی هانمان کوچولو با مصیبتی ما بچه میشه چی بگو؟ درود بر رمای بزرگ. درود بر رمای بزرگ. تو چی کار کردی؟ افراد آماده برای حمله. دشمن ما را از خواب بیدار کرد. تکرار میکنم، دشمن ما را از خواب بیدار کرد. پس کاری کنید که برای همیشه به خواب فرو بره. نمیدونم واسه چی موندم اینجا فرار نمی کنم. اون نگازیه تو باعث شدی موجودات خطرناک به اون حمله کنن. تو باعث شدی موجودات به اون حمله کنن. نه که هیچ شده ممون باگا، معلوم نیست کدومشون دنباله کدومشونه. موضوع خیلی ساده است، یکی داره هر دوشون رو تعقیب میکنه. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ بذار فکر کنم. ما باید فرار کنیم. دشمن رسید، وارد دوم دشمنم بهشون ملحق شد. موقعیتشون رو گزارش بده. 20 درجه به شرق در فاصله 120 متری. دریافت شد، همه محیط آماده برای حمله. آماده باشی. توپ خانه آماده است؟ آماده خانه. هدف گیری کنید. حمله. حمله. خجالت بکشی، تو به جز الکس بقیه‌رم فریب دادی. قسم میخورم که من چی نگو، من دیگه تو قسمو تو باور نمیکنم. نمیدونی من چی میخوام بگم، من فقط میخواستم بگم چی نگو. ساکت شو. بشه، میبینی اون حرف میزنه. حرف میزنه. تو
تو حرف میزنی الکس؟ مگه شما دوست نداشتی نرف بزنم منم حرف زدم کاری میکنم که دیگه نه تو نرف بزنم ایا زنده دشمن زنده از اینجا بره بیرون نمیدونی که نه اینجا بیرون شد تمام این بدبختی ها به خاطر این توتی لعنتی آره اول شخصی رو منه من گفتم به کندی زبوره دست بزن من به آقای واقع گفتم زبوره رو دنبال خودش بکشونه من گفتم بیایم بریم دهلی آی با بیا برگردیم به پایگاه به بقیه اطلاع بده اطاعت برمیگردیم به پایگاه ده رفتن خدا رو شکر ما رو ندیدم خیلی خوبه بابا ولی الکس و باشرنگی کجا اصلا سردر نمیارم چرا از بابا نپریدن بیرون چرا نپریدی؟ تو چرا نپریدی؟ کسی که نجات میده از کسی که میکشه بزرگتره این چیزیه که مادر یووی میگه حق با اونه کاملا حق با اونه من چقدر احمق بودم من ازت ناراحت بودم چون من از خونه آدم ها بردی بیرون ولی فراموش کردم که آدم ها خونه شما را از چنگتون در بردم با این حال همیشه کمک خودم از شما دریغ کرد معذرت میخوام باک تو چرا باز معذرت خواهی کنی همش تقصیر من بود همراه ما اومدی که به ما کمک کنی و من به این فکر میکردم که چطوری تو رو بکشم ولی راستشو بخوای منم نجات دادنت بیشتر لذت بردم بیشتر از وقتی که به کشتنت فکر میکردم موقع که چپاق لاخان سر کرده یه سارقا را تو مخفی گاش کش رفتم روی درخ بودم راستش باجو معمولا
من آب نمیخورم، ولی امشب انقدر تشنه میگه حاضرم یه بشکه آب بخورم. میتونم وسط آب بیارم؟ نه خیلی قربان، من خودم میرم آب میارم. دست بردار رفیق، تو بهترین دوست منی یا بهترین دوست تو منه؟ تو بهترین دوست منی. پس اگه من بهترین دوست تو هم باید به حرف من گوش بدی، فهمیدی؟ ای آب، ای آب، آب رنگ تو همیشه اینه، ولی با هرچی که قاطی بشی. وا من یه گربه. میاو برادر بر، اگه انسان ها بتونن تمام ببرا رو از بین میبرن، من نمیخواستم ببینم، برای همین سعی کردم مثل یه گربه زندگی کنم. از وقتی هم که اینجوری زندگی کردم، روش زندگی ببرا رو فراموش کردم. میدونم الان شما فکر میکنین که من یه ببر ترسو هم. آره من یه ببر ترسو هم. شاید علت این که تا حالا شکر چیه شکارم نکردن همین ترسو بودنم باشه. تو ترسو نیستی، فقط سعی کردی جون خودتو حفظ کنی، درست مثل وقتی که من بهونه می آوردم که به دهلی نره. ولی حالا متوجه شدم این ماموریت فقط برای نجات جنگل نیست، برای نجات تمام حیوانایی که با ترس زندگی میکنن. حالا که اینو فهمیدی رفیق، پس باید پیام ما رو به آدما برسونیم. ما نمیریم دهلی، هیچ کس نمیره دهلی. ما دیوونه بودیم که فکر میکردیم میتونیم به انسانا انسانیت رو یاد بدیم. ما میخواستیم از یه انسان به یه انسان دیگه شکایت کنیم، ولی اونا همشون مثل همان بیرحم و سنگدل. اونا به هیچ کس رحم نمی کنن. تو، من، اون. من نمیذارم بلای سر یوبی بیاد. من یوبی رو برمیدارم و میرم. شما هم فرار کنین. ما نمیریم دهلی، هیچ کس نمیره دهلی. باید به یه نفر بگم بیاد، اون تنها کسیه که میتونه مامان رو راضی کنه. نگاه کن مامان، بابا اومده تو رو ببینه. همونجور که گفته بودم اومد. میبینی؟ کسی اونجا نیست یووی، دیگه بسه. پدرت هیچ وقت نیومده، هیچ وقت هم نمیاد. نه مامان، بابا اینجاست. نگاه کن، یعنی واقعا نمیبینیش؟ نه، من هیچ کسو نمیبینم. ولی من اونو خیلی واضح میبینم. من نگاه کن، من سلطانو میبینم. آره آره، باور کن راست میگم. ببین، ولی نه اونجا، اینجا در وجود یوبی. نمیبینی؟ در شهامتی که ما رو تا اینجا آورده، من در دوستی و رفقات الکس بارچرنگی سلطان رو میبینم. دشمنیشون به دوستی تبدیل شد. من در وجود تو سلطان رو میبینم. در عشقی که به پسرت داری، شهامت، رفاقت و این عشق چیزایی بودن که باعث میشه سلطان سلطان باشه. کی میگه سلطان دیده نمیشه؟ سلطان امشب هم پیش ماست. آره اون اینجاست. من خودم هم نمیدونستم چرا به این سفر اومدم، چه لزومی داشته که بیام، فقط برای شوخی. ولی حالا میدونم چرا. من به این دلیل همراه شما اومدم که نه تنها این بچه، بلکه همه بتونیم سلطان رو ببینیم.
چیه تو؟ برو تا دهلی راهی نیست. رسیدیم به دهلی، اینم از پارلمان. آره آره، حالا باید چی کار کنیم؟ نمیتونیم بریم داخل. من یه نقشه دارم. خیلی خوب، تو اول بگو. نه، تو بگو اول. نه اول تو بگو. محاله، اول تو. نه من نمیگم، تو بگو دیگه. اول تو. اول تو. گفتم که اول تو. بس دیگه، تمومش کن تا معلوم بشه کی باید اول بگه. از اتوبوس جا میمونیم ما. خب خاله تو بگو، حتما یه نقشه داری. نه نه چی؟ تو نقشه نداری؟ ای بابا، حالا باید چیکار کنی؟ بالاخره باید یه فکری بکنی. نمیشه که همینطوری در کامینو واکنیم و بپریم وسط خیابون سرصدا را بندازی. اینطوری همه رسانه ها با میکروفوناشون دور برامون جمع میشن و میپرسن سلام آقا کلسنتر و بدی جا. باقا جون، تو یه نابغه ای. بار به این نتیجه رسیدم که کاش تو هم اسلحه داشتی. با تو جوتی محض میکنم راه حل مشکل ما اسلحه است نه مذاکره. حفظشون فیلمه این دی تی وی، سی این این، تمام رسانه ها اینجا، تمام دنیا دارن نگاهمون میکنن. الیس حرف بزن. این چیزه برو کنار، فقط تو رو کم داشتی. چی شده آلیس؟ چرا هیچی نمیگی؟ استراب صحنه است، بهم فرصت بده آخی. استراب صحنه چی میگی؟ خودت یه پارتیستی، زود باش. نگاه چون کنین، از جنگل فرار کردن، از خواب بیدار شدن و درخت ها رو پشت سر گذاشتن، از مشکلات فرار کردن و اومدن اینجا، جون خودشون رو به خطر انداختن. من میترسم اینا گام بشن، حیوانای زمین رو میگن. معلومه زیادی فلفل سبز خورده. برای همین داره آواز میخونه. چه عالی، بالاخره رسیدن، بالاخره رسیدن، بالاخره رسیدن به دهلی. من کاملا مطمئن بودم. چی بود که راهنش نشیده تو دیگه؟
من آرامشم از دست دادم. اینطوری به من خیره نشه. من آرامشم از دست دادم. اینطوری به من خیره نشه. حیوانای جنگل دارن نابود میشن. حیوانای جنگل دارن نابود میشن. برای این که نامیدشون نکنی لطفا بیا، لطفا بیا برادر پارلمانی من، لطفا بیا برادر پارلمانی. اون میمونه شبیه رئیسه. اونا تو تلویزیون. بابا اون خود رئیسه ابله. گفتم که رئیس بالاخره خودشو میرسه اونجا. تو کی اینو گفتی؟ همون موقع که نشدی دیگه. دوزی جون داری چی کار میکنی؟ So ferocious. I'm feeling a little ferocious and better that than being a lamb. تو من مسخره کردی. مردم دارن به من میخندن. چیکار داری میکنی توتی؟ راست میگرفتی. چرا با این آواز ماموریت ما رو خراب کردی؟ رفقا باید به من اعتماد کنین. اگه جدی سخنرانی میکردم تمام مردم هندوستان غیبشون میزد. فهمیدی؟ خوش اومد؟ از آواز توتی لذت بردین؟ یه دل سیر خندیدین؟ همه به آواز من خندیدن اما کسی هم شنید من چی گفتم؟ متوجه شدین که توتی یه میمون، یه پلنگ و یه بچهش و یه خرس چطور خودشون رو به پارلمان دهلی رسوندن؟ یا چرا این کارو کردن؟ چه مشکلی باعث شد که این همه راهو اومدن؟ یا نه خنده اجازه نمیداد به درد و رنج ما فکر کنین؟ حالا به ما میگی برای چی اومدید اینجا؟ بله میگم، ولی فقط وقتی که یکی از اعضای پارلمان اینجا باشه، کسی که توانایی کمک کردن به ما رو داشته باشه یا نیتشو. تمام مردم کشور میخوان ماجرای این حیوانا رو بشنون. در پارلمان جنبش و تکاپوی زیادی دیده میشه. اینطور که مشخصه تمام پارلمان به هم ریخته. حتی جلسه اخذنگ اعتماد امروز هم لغو شد. تمام افراد خانواده به جای تماشای سریال های تلویزیون چشم دوختن به حیبونه که خارج ساختمان پارلمان جمع شدن. ما الان چندین ساعتی که اینجاییم و منتظریم ببینیم آیا یکی از اعضای پارلمان حاضر میشه به صحبت های حیبونه گوش بده یا نه. طبق آخرین اخبار قرار خود شخص نخست بیرون بیاد و حرفای حیبونه رو بشنبه. تا امروز هنرپیشه های سینما موضوع داغ بحث ها. ولی حالا تمام مردم شهر دارن راجع به یه خرس، یه میمون، دو پلنگ و یه توتی حرف میزنن. حرف بزنی. به حرفتون گوش میدم. حرف بزن علیس، حرف بزن. پیام ما رو بگوشه. تمام انسان ها برسون. ما اومدیم اینجا به شما بگیم که جون همه انسان ها در خطره. میلیون ها میلیون جونه بر میخوام به خونه و خونواده شما حمله کنن. چی داری میگه؟ خونه شما، خونواده شما، زندگی شما همه از بین میره. ما تک تکتون رو میکشیم. این جنگ باعث میشه هیچ اثری از انسان ها باقی نمونه. چیه؟ شوکه شدین؟ ناراحتی؟ ترسیدین که جون و خونه و خونوادتون از دست بدین؟ بد نیست شما بفهمید ما چی میکشیم، چون ما به شما حمله نمی کنیم. این شما هستین که به ما حمله میکنیم. نه فقط امروز، از مدت ها قبل با تفنگ، بولدوزر، آلودگی، با قطع کردن درختای جنگل، با کشتن ایبونا، شما گربه ها و توتی هایی رو که میتونید باشون بازی کنید با عنوان حیوان های خونگی نگه میدارید، ولی میلیون ها حیوان رو به خاطر دندوناشون، پوستشون و اجزای دیگه بدنشون میکشید. مگه خونه ما خونه نیست؟ مگه بچه های ما عزیز نیستن؟ مگه جون ما بی ارزشه؟ جرم این توره پرنگ چیه که پدرش باید کشته بشه؟
در سنی که باید بازی کنه و بخنده، همه ما رو جمع کرد و آورد به دهلی تا خونه‌شو نجات بده، تا ما برای حفظ جنگل و دوستمون به آدم ها التماس کنیم. ولی وقتی رسیدیم اینجا با اسلحه اومدن استقبالمون با فریاد بکشید بکشیدشون. آره ما از جنگل اومدیم، ولی شما آدم ها واقعا انسانید. شما که اولین واکنشتون به هر چیزی خشونت. وقتی خونمون رو ترک کردیم دهلی خیلی از ما دور بود، ولی ما این همه راه رو نیومدیم که فقط به مقصد برسیم، اومدیم که دلها رو به دست بیاریم و اگه بتونیم به هدفمون نزدیک بشیم و به شما بگیم جنگل ها رو از بین نبرید، با ما نجنگید، بیاید امروز همه به جنگ بریم، به جنگ نفرت، نه فقط برای جنگل بلکه برای تمام دنیا حمله کنید. حمله کنی. حمله کنی. حمله کنی. حمله کنی. حمله کنی. حمله کنید. حمله کنید. Holiday.
टुडे है तुझको छुट्टी जो चाहे वो कर ले करूंगी मेरा कुट्टी प्यार करूं मैं मैडली तुझको तूने किया पागल ना दंगल फिटनेस जंगल में है मंगल ना फाइट ना दंगल फिटनेस जंगल में है मंगल आ जा रे आ रे आ रे आ शेक इट एंड डू बस्ती बस्ती आ जा रे आ रे आ रे आ झूमे बहके सारी बस्ती आ जा रे आ रे आ रे आ शेक इट एंड डू बस्ती बस्ती आ जा रे आ रे आ रे आ झूमे बहके सारी बस्ती